بشه. بسیار هم عالی. امروز میخوایم ماهی رول یا رول ماهی براتون درست کنیم. من مواد اولیه خیلی سریع خدمت شما دوستای عزیزم میگم. سبزی گشنیز و جعفری، سبزیجات معطر استفاده میکنیم، حدوداً 100 تا 150 گرم ساتوری شده، لیمو دو عدد متوسط، هم برای طعمگیری، هم برای ذوق‌گیری و هم برای سس شوک ماهی. پیاز دو عدد. آقا جمشی چه خبره؟ داریم برنامه اجرا میکنیم. پیاز یک تا دو عدد متوسط اسلایس کردیم. من خیلی شرمندم، ایشون که سرما خورده به خاطر ویجات نمیدونم هر چیزی هست، مجبورم میکنه بگم یک پیمانه نه چون 5 6 حبه سیر داریم که اون رو ساتوری کردیم و در کنارش از انار پرورده میتونیم استفاده کنیم که اینجا میتونیم خودمون هم انار پرورده کنیم، یکم آب لیمو بهش اضافه کنیم و اون رو بذاریم رو اجاق آماده بشه و همچنین فلفل دلمه یک تا دو رنگ اون رو اسلایس کردیم و کرفس و هویج هم به اندازه یک تا دو عدد متوسط استفاده میکنیم، زعفران ایرانی و همچنین قارچ و ماهی. آقا جاوید چرا ماهی رو نیاورد؟ ماهی برنامه حالا مقایی بدنه بگردن داداش من. آقا برای بود بخره بیاره. آقا کاری نداره داداش من، کوتاهی نکرده داداش من، خودم ماهی خریدم هست. دستت درد نکنه، میشه بیاری؟ بله خودتون بردارید رو میز اونجا بغل سفره هستین، دوتا ماهی هستش بیارید. ماهی قرمزا رو میگی؟ بله دیگه. آقا اون ماهی تنگ، ماهی قرمزه، من میخوام رول کنم. آقا رنگش خیلی مهمه، چه فرقی میده ماهی؟ آقا چه جوری من اونو رول کنم؟ نه چه جوری رول کنم؟ شما نه چه جوری رول کنم؟ من نمیدونم. نه چه جوری رول کنم؟ گرفتی ها تا بلدی ها؟ نه به خدا. آره دیگه. آقا درود بر شما. آقا ارادت دارم. آقا اولا آمدین ولی چرا اینقدر دیر آمدین؟ آقای شجاعی اصلا گرفتن ماهی من وایستادم داداش شما بگو. بله لب آب وایستادم، از التماس کردم این بر اون وقت بالاخره این ماهی رو شمال گرفتیم اومدیم. نه قربان همین جا همین نزدیک لب آب کو. بله همین جا ماهی رو وایستادم خودم و دست مبارک خودم گرفتم آماده کردم برای شما. برای اینکه وقتمون هم نگیرن بفرمایید اومدیم سر تاش هم شما زدی جدا کردی و فیلش کردی و آوردی اینجوری با اخلاق اونجا داداش بگو برات. بله بسیار عالی. من این ماهی رو بذارم کنار یه جا براش پیدا کنم. میخوای یه جا من براش پیدا کنم؟ نه دیگه شما این همه زحمت رو شما کشیدید. داداش تا دیرابه تو جلوی بیننده ها میدهد هی میگفتش که ماهی نیورده داوید، ماهی نیورده، منم حالشو گرفت. حق داشته؟ حق داشته بلاخره. آقا چی میگه؟ خیلی تعریف از شما داشتن میکردن. مرسی جمشی جا ممنون. آره تعریف از شما بسیارم. خب تو قسمت اول مواد اولیه گفتی، ماهی هم که رسید، الان میخوایم اون سس داخلش رو که میخوایم ماهی رو در اصل رول کنیم و بپیشیم داخلش آماده میخوایم بکنیم. اول قارچ رو اضافه میکنیم. چقدر تمدد اعصابم خیلی خیلی خوبه. چقدر گفت یه حالی دارم، خصوص که اصلا تو شهر ما تهران سر صدا کمه. بسیار خوبه، یه تنوعه برای. خب قارچ آماده شد، میریزیم داخل تابه. بله حالا در کنارش میایم بهش دونه های اناری که از قبل آماده کردیم اون اضافه میکنیم. داداش هم یه حالی داره که نپرس چه شده مگه؟ خیلی حالش خوبه. خب خدا رو شکر. بله. شالا همیشه خوب باشن. اصلا آلودگی صوتی نباشه این ناراحته. جدی میگی؟ آها دوست داره، دوست داره. خیلی کارش درسته. بله. سبزی معطرمون هم اضافه میکنیم. یه چند دقیقه اجازه میدیم یه تفتی داده بشه این درس انار پرورده در کنارش بیاد سبزی مخلوط بهش بشه. یه مقدارم روغن بهش میزنم. خب البته روغن زیادی نیاز نداریم. کم کردم. ریختی که آره دیگه دیدید که خیلی کم روغن ریختیم. همین که روغن زیاد احتیاج نداری. این یه مقداری مخلوط میکنیم. تو قسمت بعدی ماهیمونو سس شوک بهش میزنیم، مواد داخلش میپیچیم، خلال دندون میزنیم، میپیچیم و میندازیم توی تابه بزرگ. یعنی به ماهی شوک میدی؟ ماهی شوک هم بهش میدیم. جدی؟ برای اینکه بوی ذهنشو بگیریم. آه. بسیار عالی. تابه رو گذاشتیم، یکم روغن کفش میریزیم. بعد از که این کارو کردیم، از این سبزیجاتمون همینجوری یهویی میریزیم داخلش. این میخوایم کف ماهیمون باشه که ماهیمون نچسبه و بوی ذهنش هم کاملا گرفته بشه. آره یهویی رو خیلی دوست دارم. آره همین راحتی. داداش آشپزمون خیلی چیزه، به روزه.
خیلی بروز آره. سرعتی اونایی که بروزن میگن همین الان یهویی. آره همین الان یهویی. خب ماهی ها رو این سس شوک درست کردیم. زعفران، نمک، آب لیمو. زعفران، نمک، آب لیمو. سس شوک. این زعفران، نمک، آب لیمو. ولی آش شجایی بیشتر به درد ماهی جنوب میخوره. و ماهی جنوب بوی زحمه بیشتری داره. ماهی شمال معمولا ماهی رودخونه ای دریای شمال معمولا بوی زحمه زیادی نداره، ولی خب معمولا تو خونه میگن بوی زحمه داریم دیگه. میبینی داداش؟ جونم. حس ناسیونالیستیش داد بالا از ماهی شمال تعریف کرد. نه نه، ماهی جنوب ماهی جنوب خیلی خاصیت داره. اصلا ماهی جنوب مدرسه دیگه چون تیکاش کمه من بیشتر دارم. اون دفعه یادت رفت مامان ماهی شوریده درست کردی؟ اصلا شیر، ماهی شیر. ماهی شیر درست کرده بود. فوق‌العاده بود. بسیار عالی. این انار پروردمون رو با قارچ و سبزیجات معطر می‌بینی چه رنگی داره. فوق‌العاده. خب مخلوط کردیم. حالا روی ماهیمون میخوایم بریزیم. خب اینو میریزیم داخل روی ماهی. اینو ندیده بودم. بعد ماهیمون رو رول میکنیم. ماهیمون رو رول میکنیم و یه خلال لندون یا میتونیم سیخ چوبی بهش بزنیم. همینجوری که اینو رول کردیم، بعد از رول اینو میذاریم توی ظرفمون. به همین راحتی. بعدی هم به همین صورت. داداش راحت. دیدین چقدر راحت بود؟ بدون این کتر. بعدیش هم به همین صورت. همین کار انجام میدیم و راحت. ماهی رو میذاریم داخل تابه، درب تابرم میذاریم، میره برای آماده شدن. باید ببندیم دقیقاً چون میخوایم بخار کنه. اینو تو فرم میتونیم درست کنیم، ولی همه میگن آ تو میشه تو تابه ماهی شکمپر درست کرد. اینم ماهی شکمپر رولی توی تابه. و البته حالا که تابه گفتیم، ظروفی که امروز استفاده کردیم یعنی بذار من بگم دیگه، نترس دیگه. از اون لحاظ خیلی خوب، خیلی خوب. پس میریم و برگردیم. انتهای کار قبل از اینکه بریم و برگردیم، لیمو رو یه قاچ بهش میزنیم و روی چیکار میکنی؟ اینم همین یه هوی میریزیم روش. پس داداش حالا که لیمون هم ریختیم روی ماهی، میریم و برمیگردیم ما مرد مرد مردیم. میریم و برمیگردیم ما مرد مرد مردیم. شد داداش؟ آره چه رول ماهی شد؟ یادم میاد که زمانی که بچه بودیم، خب من چون با تو دوقلو بودم، همون 3 دقیقه که به قول تو یه سال اختلافه، هی میگفتم ما دوتا ماهی های قرمز یک تنگ بلوری. یادته آره یادته. به به چه صدایی هم به اصلا صداش خیلی خوبه. اگر تو کارهای بزرگ خواستنش خارج از کشور نرفته. من هم صدام شبیه اینه. تو هموم که میخورم اینقدر صدام خوبه؟ جدا؟ خیلی خوب. به کجا رسیدیم؟ خب بسیار عالی. ماهی رولیمون، این رول ماهیمون آماده شد. طعمش هم بسیار لذیذ و خوشمزه است. میبینید قیافه خوبی هم داره. همیشه 50% غذا شکل ظاهر غذاست که میبینید که بسیار هم شیک و مجلسی. کاریزماش هم خوبه. جان؟ کاریزماش هم خوبه. کاریزماش هم میده خوبه. دیگه چیز جاندار کاریزما داره. بدون جان که کاریزما نداره که عزیزم که. این جوری مربی های خوشقیافه رو میگن کاریزما داره. آها بله بسیار عالی بسیار عالی. یادتون باشه که حتما مادرای خونه، خواهرای خونه و همچنین همسرای خونه ماهی رو تو سبد غذایی خانوار بذاریم، درست کنیم برای بچه‌هامون، چون نیاز داره بدنمون به تامین مواد غذایی که از آب زیاد میشه. چقدر بهت میگفتم غذاهای دریایی میتونه مسمر ثمر باشه در سلامتی. برای جلوگیری از خنگ شدن بچه‌ها نه نه غذای دریایی بدین. نیست که هوش رو زیاد میکنه، نمیدونم ویتامین A داره، ویتامین E داره، ویتامین C داره، خیلی فسفر داره، بله ای داره، ویتامین B داره، ویتامین C داره، ویتامین 40 داره، ویتامین 50 داره، همه چی داره؟ همه چی داره، همه چی داره. حالا این همه چی دارهش یک طرف با ظرف مناسبم درست کنی یه طرف. موضوع جدیه، موضوع جدیه. بسیار عالی. امروز این غذای خوشمزه‌مون، این ماهی رولی رو با ظروف اشپارشه ترگرانتی گیرمون شده. شما اشاره کردید باشه. ما ببینیم، منو داداش میگیم خدافظ. خدافظ. خدا نگهدارتون باشه، مواظب خودتون و مهربونیاتون باشین. ماهی درست کنین، آبزیان 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 یادتون نره درست کنید. خدافظ.